سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش اومدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد 9 نشان مهم که قبل از وقوع سکته مغزی در بدن رخ میده، مطالب مهمی رو برای شما شرح بدیم. شاید هیچ چیز ناراحت کننده تر از این نباشه که فردی احساس تغییرات غیر قابل قبولی در بدن خودش احساس کنه، به خصوص هنگامی که این تغییرات نشانه‌های آیروبی و سکته مغزی باشه. اما نگران نباشید، ما شما رو در شناخت علائم حیرت انگیز 30 روز قبل از وقوع سکته راهنمایی میکنیم. در این ویدیو در مورد 9 علامت هشدار دهنده سکته مغزی و تغییرات بدن رو شرح خواهیم داد. همینطور توجه داشته باشید که این مطالب فقط حفظ سلامتی نیست، بلکه یک اقدام دلسوزانه بعد از خوده. با این توصیف بیایید اولین عامل یعنی فشار خون بالا رو بررسی کنیم. فشار خون بالا مهمترین عامل خطرناکی شناخته شده برای سکته مغزیه. تصور کنید فشار خون معیاری از نیرویی است که با آن خون به آرامی به دیوارهای شریان‌ها فشار میاره و در بدن گردش می‌کنند که همه این نیرو توسط ریتم قلب هدایت میشه. به طور معمول ما فشار خون رو حدود 120 قرار میدیم، اما اگه این اعداد به طور مداوم از 140 بر روی 90 تجاوز کنه، نشانه فشار خون بالاست و این به این معنی که رگ‌های خونی ما که در بدن وجود داره و به مغز ما مرتبط هستند توسط قلب باید سخت‌تر کار کنند. بیایید در مورد فشار خون بالا و سکته مغزی بیشتر صحبت کنیم. فشار خون بالا دیواره‌های رگ‌ها رو ضعیف می‌کنن و حتی می‌تونن مشکلات رایج قلبی رو برای افزایش سرعت تحریک بکنن. همین امر میتونه باعث بشه لخته‌ها یا پلاکت‌های کوچک شکسته بشن و در نهایت جریان خون به مغز رو مسدود کنند. همینطور به یاد داشته باشید هرچه فشار خون بالاتر باشه، خطر سکته مغزی بیشتر. فشار خون بالا حتی زمانی که در خانه هستیم در ما به وجود میاد. البته این مشکل علت واحدی نداره، بلکه ترکیبی از چند عوامله. مواردی مانند سابقه خانوادگی، میانسالی، سن و حتی عواملی مانند وزن دخیل هستند. همینطور نوشیدن الکل، سیگار کشیدن، دیابت و رژیم غذایی شور همگی نقش تخریبی در بدن دارند. اما نگران نباشید، حتی در این وضعیت قادر خواهیم بود نظارت و مدیریت فشار خون رو کنترل کنیم. مسلماً ویزیت منظم با دکتر برای حفظ سطح فشار خون و بررسی سلامتی و تغییر سبک زندگی میتونه بسیار کارساز باشه. همینطور اصلی ترین عامل یعنی تمرینات منظم و ورزش برای حفظ سالم وزن بسیار مهم هستند. همه این اقدامات ساده میتونن برای فشار خون شما معجزه کنند. دوم، خستگی هست. احساس خستگی مداوم در واقع میتونه نشانه مبنی بر پی مغزی در گوشه کنار بدن در کمینه و این مانند یک سیگنال آرام باید سریعاً رفع بشه. کمبود خوابی که از عوامل کلیدی در اینجاست که بر تعادل ظریف بدن فشار بیشتری وارد میکنه. همینطور استرس یکی دیگر از عواملی است که بی سر و صدا بر سلامتی بدن تأثیر میذاره. خستگی مشکلی پیچیده است که همه چیز حتی رژیم غذایی رو نامتعادل میکنه و وارد مرحله‌ای میشه که هماهنگی بدن رو از بین میبره و به طور بالقوه احتمال سکته رو افزایش میده. سومین مشکل، مشکل بینایی است. مشکلات بینایی در واقع میتونن نکات مهمی در مورد سکته های بالقوه به ما بدن. مشکل بینایی در واقع پرچم قرمز و خطر رو بالا میبره و به ما هشدار میده که جریان خون به مغز آنطور که باید روان باشه نیست و ممکنه به مشکلات بینایی منجر بشه که همراه با چاری دید و در مواردی شدید از دست دادن جزئی یا کامل بینایی در یک یا هر دو چشمه. همه این علائم هشدار دهنده هستند و مانند سرنخ‌های کوچکی‌اند که بدن ما برای سردردهای ناگهانی به ما میدند. از طرف دیگه سردردهای شدید ناگهانی به خصوص اگه علائم دیگری رو به همراه داشته باشند میتونن در اشکال و اندازه‌های مختلف ظاهر بشن. باید حتما به این نشانه توجه کنید که وجود میگرن و سینوزیت کلاسیک همگی بخشی از گروه‌های سردرد هستند. اما موضوع اینجاست، وقتی نوبت به سردردهای شدید و سکته میشه این ارتباط رو نباید نادیده بگیرید، مخصوصا وقتی سرتون شروع به تپیدن میکنه. وجود علائمی رو آشکار میکنه، مثل اینه که بدن شما پیامی رو به صورت رمز ارسال میکنه. با کنار هم قرار دادن این علائم میتوان سریع اقدام کرد و یا شاید قبل از سکته بتوان عمل جراحی انجام داد.
باید به این سیگنال ها توجه کرد تا اقدامات اساسی رو انجام بدید. میرسیم به نشانه پنجم، بی‌حسی یا ضعف در صورت، دست ها یا پاهاست که شاید فقط یک احساس گذرا نباشه. به خصوص وقتی در مورد نشانه های سکته صحبت میکنیم، عواملی مثل مشکل اعصاب، آرتریت و حتی سندروم تونل کارپال نشانه های معمولی هستن که باعث بی‌حسی یا ضعف میشن. وقتی صحبت از بی‌حسی یا ضعف و سکته میشه، ارتباط مهمی وجود داره که باید اون رو به درستی درک کنیم. به این فکر کنید که وقتی بدن سر نخهایی رو احسال میکنه که ما نباید اونها رو نادیده بگیریم. اگه متوجه این احساسات شدید، به خصوص اگه با نشانه‌های دیگر همراه باشه، مانند یک هشداری است که باید خیلی سریع دست به کار بشید. دوستان، اگه این اطلاعات برای شما مفید هست، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و با دوستان و عزیزان خودتون هم به اشتراک بگذارید تا آنها هم بتونن از اطلاعات ارزشمند در مورد پیشگیری از سکته بهره مند بشن. حال میرسیم به نشانه ششم، مشکل در صحبت کردنه. مشکل در صحبت کردن در هنگام سکته مغزی بسیار آزاردهنده است و این مشکل رو نباید دست کم گرفت، چون بدن شما سیگنال میده و ممکنه مشکلی در مغز شما وجود داشته باشه. لکنت کلام، ابهام در سخن گفتن و مشکل در یافتن کلمات مناسب از جمله از این علائم هست. همه این نشانه ها تک پازل هایی هستند که مغز و زبان شما سعی میکنه با هم هماهنگ کنه. درک ارتباط بین مشکلات گفتاری در خطر سکته بسیار مهمه. اگه با چنین چالش هایی مواجه شدید، به ویژه اگه با علائم هشدار دهنده همراه هستند، باید سریعا برای رفع علل مشکلات به دکتر مراجعه کنید. نشانه هفتم، مشکل حافظه است. برای بسیاری از مردم، ناتوانی در به خاطر سپردن به وضوح نه تنها نشانه دیگری از پیری است، بلکه ممکنه در ظاهر برای آنها به طبیعی به نظر برسه. اما تحقیقات اخیر نشان داد که از دست دادن حافظه میتونه پیش درآمد سکته باشه. مطالعه‌ای که اخیراً توسط دانشگاه اراسموس روتردام انجام شد، اهمیت نقص‌های حافظه رو به عنوان شاخص‌های بالقوه دیگر جزء مسائل بهداشتی قرار دادند. یافته‌هایی که در مجله سکته مغزی منتشر شد، ارتباط قابل توجهی را بین از دست دادن حافظه و افزایش خطر سکته مغزی به ویژه در میان افراد با سطح تحصیلات بالا نشان داد. در حالی که تحقیقات قبلی احتمال سکته مغزی رو که منجر به اختلالات حافظه می شد برجسته کرده بود، اما این مطالعه با بررسی اینکه آیا مشکلات شناختی می تونن به عنوان پیشساز سکته عمل کنند، رویکرد جدیدی رو ثابت کردند. نتایج نشان داد که افراد با سطح تحصیلات بالاتر مشکل حافظه رو تجربه می کنند و 39% بیشتر با احتمال سکته مواجه هستند. شایان ذکره که این گروه متشکل از افراد دارای مدرک دانشگاهی یا تحصیلات حرفه‌ای پیشرفته و یا معادل بودند. نشانه هشتم، از دست دادن تعادل. از دست دادن تعادل به عنوان یک شاخص قابل توجه سکته محسوب میشه و در درجه اول به دلیل آسیب مرکز هماهنگ در مغز به وجود میاد. این مرکز هماهنگ که در داخل مغز قرار داره، مسئول هماهنگ کردن ورودی‌های حسی و خروجی‌های حرکتی مختلف میباشه که در صورت آسیب حرکات روزمره بدن به درستی انجام نمیشه و در نتیجه میتونه منجر به از دست دادن تعادل بشه. عوامل متعددی از جمله مشکلات گوش داخلی، ضعف عضلانی و عوارض جانبی دارو در از دست دادن تعادل نقش دارند. مشکلات گوش داخلی مانند اختلالات دهلیزی میتونه سیگنال ارسال شده به مغز در مورد جهتگیری فضایی و حرکات رو مختل کنه و به طور مستقیم بر حس تعادل فرد تأثیر بذاره. همینطور ضعف عضلانی که اغلب از شرایط مختلف سلامتی ناشی میشه، میتونه بر توانایی بدن برای واکنش مؤثر به تغییرات تأثیر بذاره. علاوه بر این، برخی داروها میتونن عوارض جانبی ایجاد کنن که تعادل رو به خطر انداخته و این اثرات کلن شامل سرگیجه، خواب‌آلودگی یا تغییرات فشار خون هستن. همه اینها میتونه خطر افتادن و از دست دادن تعادل رو در فرد افزایش بده. میرسیم به نشانه نهم، حالت تهوع و استفراغ. حالت تهوع و استفراغ در واقع به عنوان علل هشداردهنده سکته مغزی قریب الوقوع میباشه که عمدتاً به دلیل ارتباط اونها با اختلال در جریان خون به مغزه.
مغز متکی به یک منبع ثابت و منظم اکسیژن و مواد مغذیه که به جریان خون میرسه. هنگامی که این جریان خون به خطر بیفته، مانند سکته مغزی، میتونه منجر به علائم عصبی مختلف از جمله تهوع و استفراغ بشه. تهوع و استفراغ ناشی از پاسخ مغز به تغییر جریان خون و تغییر متقابل قابل آن بر عملکرد اونه. کنترل پیچیده مغز بر عملکردهای بدن از جمله سیستم گوارشی زمانی که خونرسانی به خطر میفته میتونه مختل بشه. این اختلال میتونه باعث ایجاد واکنش تهوع و استفراغ در بدن بشه. همونطور که مغز تلاش میکنه تا تعادل رو بازگردونه، عوامل متعددی هم میتونن منجر به تهوع و استفراغ بشن که علل زمینه‌ای در زمینه سکته مغزی میباشه. در حالی که تهوع و استفراغ در واقع میتونه نشان دهنده سکته مغزی باشه، اما مشکلات دیگری هم میتونه دخیل باشه. به عنوان مثال، مسمومیت‌های غذایی میتونن پوشش معده رو تحریک کنن و این علائم رو به وجود بیارن. همینطور عفونت‌های ویروسی به ویژه اونهایی که بر دستگاه گوارش تأثیر میذارن میتونه منجر به واکنش مشابهی بشه. همونطور که بدن تلاش میکنه تا پاتوژن‌های مهاجم رو دفع کنه. از طرفی بیماری‌های دیگر با سیگنال‌های متناقض از چشم و گوش داخلی نیز می‌تونن باعث تهوع و استفراغ بشن. با این وجود بسیاری از عوامل خطرناک دیگه می‌تونه به طور قابل توجهی احتمال وقوع سکته رو افزایش بده که شامل افزایش فشار خون، مصرف دخانیات، دیابت، سطح کلسترول بالا و بیماری‌های قلبی باشه. مدیریت هوشیارانه این عوامل خطرزا رو همراه با داشتن یک سبک زندگی سالم در کاهش سکته مغزی نقش مهمی دارن. علاوه بر این، در مواردی که علائم ناگهانی و شدید مانند مشکلات گفتاری، بیهسی یا ضعف ناگهانی دست و پا یا سردرد شدید ظاهر میشه، در اینجور مواقع باید مراقبت‌های بهداشتی سریعا انجام بشه. دوستان، از اینکه ویدیوی ما رو تماشا کردید تشکر میکنیم. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن و اطلاعات مهمی رو در رابطه با سکته مغزی بدن. عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.